با سلام خدمت دوستان عزیزم، این دومین تحلیلی است که من در خدمتتون هستم. این بار با تحلیل شرکت توییتر میخوام خدمتتون تحلیلم ارائه بدم. ابتدا تو بازه هفتگی من این سهم یه بررسی اجمالی میکنم و در لحظه تو بازه روزانه خدمتتون ارائه میدم. همونطور که میبینید سهم از سال 2013 شروع کرده با یه قیمت خیلی پایین اول، بعد یه رشد خیلی خوبی داشته، بعد نزول کرده توی یه سایت وی قرار گرفته، بعد دوباره به رشد خودش ادامه داده و باقی ماجرا. این قسمت از سال 2017 به بعد سهم وارد یه میجر سعودی شده. میجر خودش از چند تا اینترمدیت سعودی و نزولی تشکیل شده، یه دونه سعود اینجا داشتی یه نزول، و الان که وارد این سعود به شکل کانال ما شده. مووینگ ها توی این بازه هفتگی از هم باز شدن و به ترتیب هم قرار گرفتن که میتونه نشونگر این باشه که به سعود خودش حالا فعلا ادامه خواهد داد. سقف های قیمتی اون سقف هایی بودن که در گذشته به وجود اومدن و حال حاضر هیچ وقت اینا تاش نشدن و بیشترین سقف که تونسته قیمت بزنه اینجا بوده که توی 48 دلار و 8 سنت تقریبا بوده. بعد جدیدن حالا چند هفته پیش تونسته 45 و 95 سنت رو هم دوباره تاش کنه و باز داره حالا همچنان به حرکت رو رشد خودش شرکت توییتر ادامه میده. حالا من وارد باز دیلی میشم تا تحلیل اصلی رو اونجا براتون بگم. خب همونطور که مشاهده میکنین اون کانالی هستش که ما تو باز هفتگی ازش صحبت کردیم، یه کانال تقریبا ترتمیزه. هر وقت سهم به سقفش خورده به کف برگشته، دوباره به سقف خورده به کف سقف، و الان که روی کفش قرار داره. همینطور مووینگ 100 روزمون توی این سهم، مووینگ بسیار اجاستی است و سهم هر وقت بهش خورده واکنش خوبی نشون داده، یا خیلی شدید ریخته یا این میز پیم پونگ دوباره توپ برخورد کرده بهش و حرکت کرده. مخصوصا اینجا که موینگمون با خط روند کانالمون تو یک راستا قرار گرفتن، تقریبا به هم دیگه چسبیدن، یا مقاومت های خوبی رو شکل داده، مخصوصا همین قسمت که الان قیمت توش داره نوسان میکنه. پس این کانال ما که الان قیمت ما روی کف کانال قرار داره. خب اوسیلاتورمون رو بررسی میکنیم. اوسیلاتورمون مکدی اینجا داره بین این دو تا اورله واگرایی نشون میده و همونطور که میبینید کار خودش کرده و بعد از واگرایی اینجا ریخته و بین این دو تا کف ارزم حضورتون نمودار قیمتیمون واگری مخفی و ما توی مکدیمون داریم مشاهده میکنیم که این واگر مخفی میتونه روید این باشه که این حرکت رو به رشد ادامه خواهد داشت و قیمت به روند رو به رشد خودش ادامه میده. آرسایمون البته آرسای 9 به نظر من سنگتر بود با این نمودار که 9ش کردن. همونطور که مشاهده میکنید آرسای هم بین این دوتا کفمون داره یک واگره مخفی نشون میده و همینطور این قسمت که آرسای یک مقدار وارد محوطه اورسولد خودش شده و با یه پول بک دوباره داره حرکت تقریبا رو به بالای خودش ادامه میده. حالا باید دید ادامه ماجرا چی میشه، ولی اینجا اورسولد شده بوده، یه پول بک زده و دوباره رو به بالا رفت. استوکاستیک هم به همین شکل، استوکاستیک هم این قسمت وارد محوطه اورسولد خودش شده، بالا رفته، اینجا دوباره پول بک زده و همونطور که این خط فصل خودش هم شکسته و آماده رشد است. پس اوسیلاتور هامون علارغم این که علاوه بر این که دارن واگره مخفی نشون میدن، مورد محوطه اورسولد شدن و میتونه نوید باز کردن پوزیشن بای باشن توی این قضیه. عرضم بزرگتون که من پیوت لاین ماهیانه رو براتون میخوام بندازم.
بله پیوت ماهیانه مون دقیقا روی هر خط S1 که پیوت ماهیانه مون دو بار برخورد کرده نموده و هر بار نتونست اونو بشکنه، تو بیشتر دو بار سه بار برخورد کرده تاچش کرده و دوباره رو بالاست. الان قیمت هم همینجا بود که این کندل همین الان بازار مارکت باز شد و داره رو بالا دوباره حرکت میکنه. از لحاظ کندل شناسی هم همینطور که میبینید اینجا ما کندل پیرسینگ داریم، این کندلمون اومده و بیشتر از 50% کندل قبلی رو پوشونده، خودش هم با یه گپ منفی باز شده بوده، یعنی پایین تر باز شده ولی اومده و با یه گپ با یه حرکت خوب رو بالایی این کندل قبلی رو پوشونده و میتونیم مطمئن باشیم تقریبا که این کندل بعدی کندلی رو به بالا خواهد بود و حالا فعلا که کندلی که وجود اومده اینجوری، ولی هنوز این یعنی کندل بسته نشده، حالا میتونه ادامه دار باشه. همچنین من اینجا میتونم الگوی مثلث رو ببینم، حالا این اگر یکم رو به بالاتر بتونیم بزنیم خطو، یک مثلث افزایشی که خط بالاش افقی صافه اومده بهش برخورد کرده نمودار و حالا شاید توی آخرین حرکت اگر بتونه با قدرت این خط رو بشکونه حداقل اندازه این مقدار بالا خواهد اومد. توی حجم این مثلث هم که می‌بینید حجم کاهش یافته که توی مثلث ها دوران همین جوریه و مثلا سهم ها که حجم توشون کاهش پیدا میکنه. خب ما اگه بخوایم استراحتی که این نمودار میکنه رو با فیبوناچی حالا اندازه استراحتش ببینیم که آیا استراحتش هم به همین میزانه یا نه، فیبو ریتریسمنت رو میندازیم این بالا و ببینیم که نمودار دقیقا تا 38.2% اومده برخورد کرده و رو به بالا داره و حرکت خودش ادامه میده، پس میتونیم بگیم که خط 38.2% S1مون مووینگمون ترند لاینمون اینا همه مقاومت های شدیدی هستند که جلوی این حرکت نزولی بیشتر این سهم رو دارن میگیرن. خب خطمون پاک شد، من خط دوباره بکشم. یک خط دیگه بکشم بهتره. خب پس ما میگیم که یک پوزیشن به سمت پوزیشن بای خواهیم رفت، حالا حرکت همون سعودیه در جهت ترمینال وارد H4مون میشیم. بازه H4مون تو بازه H4 همونطور که مشاهده میکنید نمودار مووینگ هم رو پایین هستند و فعلا حرکت رو بالا رو به ما نشون نمیده. خب چند تا حالت وجود داره، ما میتونیم مکتیمون البته داره یک واگره خیلی خوبی رو نشون میده بین این قله ها بین این کف ها، آرسای هم همین واگره داره نشون میده به خوبی، ولی استوکاستیک چیز خاصی رو فعلا نشون نمیده. برای باز کردن پوزیشنمون ما میتونیم دو تا کار انجام بدیم، یک صبر کنیم این خط ترندلاینی که این بالا داشتیم توی بازه 4 ساعتمون یا بازه 1 ساعتمون شکسته بشه با یک کندل پرقدرت رو بالا یه پولبک روش بزنه و ما بیایم اینجا پوزیشن خریدمون رو باز کنیم. استاپ لاسمون هم میتونیم بذاریم زیر ارزم بزرگ S1مون که تقریبا 20 پیپ خواهد بود. از اون ور ما بگیم تا حداقل R1 اگر بالا بیاد
این اگه اینجا خرید بکنیم تو آر یک بالا بیار 36 بی بیشتر به ما سود نمیده و این معامله نمیصرفه. پس اگر بخوایم منتظر شیم که این خط شکسته بشه و پایین بیاد این معامله برای ما صرف نخواهد کرد از لحاظ تکنیکالی و از لحاظ مدیریت ریسک. حالت بعدی که میتونه وجود داشته باشه حالتیه که بیاد یک بار دیگه به S1مون برخورد کنه نمودار و حالا دوباره شروع کنه رو بالا که این باز پولبک قوی تری میشه، استاپلاس کمتری هم میخواد. ما اگر S1 مثلا حدوش 8 پیپ یا 10 پیپ بیاییم پایین تر، حالا از این بالا 50 پیپ ما تا R1 میتونیم تقریبا سود بگیریم. پس این معامله که برای ما خواهد صرفید یک تقریبا 1:5 و میتونیم اینو برشه. امیدوارم که این تحلیل تحلیل خوبی بوده باشه و شما رو تو تحلیل بعدی خودم سپارم. خدا نگهدارتون.